وقتی با مسعود رجوی رهبر سازمان مجاهدین خلق ایران ازدواج میکرد فقط 16 سال سن داشت. همه میگفتن این یه ازدواج سیاسی برای محکم کردن رابطه پدرش با شوهرشه. وصلتی که استقلال و آزادی ایران مهریه یا شرط ازدواجش بود و چون این شروط توسط مسعود نادیده گرفته شد از هم پاشید و به یه طلاق زود هنگام منجر شد. شایدم خیلی خوششانس بود که قبل از رفتن مسعود رجوی از فرانسه به عراق ازش طلاق گرفت و سرنوشتش رو برای همیشه از اون جدا کرد. و الا کی میدونه، شاید الان شریک کارهای مسعود شده بود یا مجبور میشد بچه‌شو تو اردوگاه اجباری تشکیلات مجاهدین بزرگ کنه. تو این ویدیو همراه ما باشید تا با فرزند ارشد ابوالحسن بنی صدر و همسر دوم مسعود رجوی بیشتر آشنا بشید. قبل از شروع از پایین همین ویدیو عضو کانال ما بشید و با زدن دکمه زنگوله کنارش قبل از همه از ویدیوهای جدیدمون مطلع بشید. فیروزه بنی صدر دختر ابوالحسن بنی صدره. الان حدود 57 سال سن داره و در فرانسه زندگی میکنه. فیروزه تو سال 1361 با مسعود رجوی ازدواج میکنه. فقط چند ماه بعد از کشته شدن همسر اول رجوی، یعنی اشرف ربیعی، توسط نیروهای سپاه پاسداران. فیروزه سال 1345 به دنیا میاد. مادرش عذرا حسینی، معروف به عذرا بنی صدره، که در سال 1340 با ابوالحسن بنی صدر ازدواج کرده بود. ابوالحسن بنی صدر اولین رئیس جمهور جمهوری اسلامی ایرانه که بعد از به وجود اومدن اختلافات شدید بین اون و اعضای حزب جمهوری اسلامی به ویژه اکبر هاشمی رفسنجانی و سید علی خامنه‌ای از مقامش عزل میشه. در تاریخ 31 خرداد 1360 در مجلس شورای ملی رأی عدم کفایت سیاسی بنی صدر رو صادر میکنن. تو این روزا بنی صدر مخفی شده بود چون گروهایی به دنبال اعدام و قتلش بودن. در نتیجه این وضع اون مجبور به ترک ایران میشه و در هفتم مرداد ماه 60 به همراه مسعود رجوی از ایران فرار و به فرانسه پناه میبره. همسرش عذرا حسینی رو هم روز 30 خرداد 60 ماموران حکومت دستگیر میکنن و حتی خطر کشته شدن اون وجود داشته، اما با وساطت محمد بهشتی که در اون زمان ریاست قوه قضاییه رو به عهده داشت آزاد و مدتی بعد با کمک اون از ایران خارج میشه. البته این روایت رو باید با تردید قبول کنیم چون بهشتی در تیر ماه 60 در جریان انفجار دفتر حزب جمهوری اسلامی کشته شده بود، زمانی که عذرا حسینی در مخفیگاه به سر می برد. شاید هم قبل از این انفجار ترتیب آزادی از زندان و خارج شدن عذرا حسینی از ایران رو داده بود. به هر ترتیب همسر بنی صدر در خاطرات بازجویی، بازداشت و فرارش از ایران هیچ اشاره‌ای به کمک بهشتی نمی کنه. خانواده بنی صدر از جمله فیروزه بنی صدر و یه خواهر و یه برادر کوچیکترش به نام علی از ایران خارج میشن و تبعید طولانی مدتشون رو در فرانسه شروع میکنن. از نحوه خروج فیروزه و خواهرش از ایران اطلاعی در دست نیست، اما برادرش که اون زمان 8 ساله بوده به همراه مادرشون از ایران فرار میکنه. یک سال بعد از ترک ایران، یعنی در سال 1361، فیروزه بنی صدر با مسعود رجوی ازدواج میکنه. خیلیا این ازدواج روی ازدواج سیاسی و برای همبستگی بیشتر ابوالحسن بنی صدر و مسعود رجوی میدونن، چون چند ماه قبل از این وصلت، یعنی در تیر ماه 60، ابوالحسن بنی صدر و مسعود رجوی با هم شورای ملی مقاومت ایران رو تشکیل داده بودن و بعد از خروج از ایران هم به دنبال این بودن که همه نیروهای مخالف جمهوری اسلامی رو برای سرنگونی نظام مستقر در ایران و ایجاد یه نظام دموکراتیک متحد کنن. عده‌ای بر این باور بودن که ازدواج دختر بنی صدر با مسعود رجوی یه ازدواج ایدئولوژیک و با این هدف بود که ائتلاف بین این دو شخصیت سیاسی مستحکم تر بشه. ادعایی که بنی صدر اون رو رد میکنه و میگه که مسعود انتخاب فیروزه بوده و دخترش برای ازدواجش استقلال کامل داشته. انسان ها خود انتخاب میکنن، پدر و مادران حق دارن، نه که ندارن، اما نه حق تحمیل. اونها مثلا اگر فرض کنیم داماد رو در خور ندیدن، میتونن بگن که ما این رو به عضویت خانواده نمیپذیریم، اما این حد ندارن که فرزندشون مانع از این بشون که با وجود این حاضر بشه با همسری بگذاریم.
از همسر گزینی کار دو انسانیه که ما هم با هم زندگی کنیم. به هر حال وقتی فیروزه بنی‌صدر 16 سال سن داشت با مسعود رجوی که اون زمان 34 ساله بوده ازدواج میکنه. ازدواجی که فقط 2 سال لوون میاره چون اونا در سال 1363 از هم جدا میشن. زمانی بین فیروزه و مسعود جدایی اتفاق میفته که مسعود تصمیم میگیره فرانسه رو به مقصد عراق ترک کنه تا از طریق همکاری با دولت عراق و صدام حسین فاز جدید مبارزه با جمهوری اسلامی رو شروع کنه. تصمیمی که مورد مخالفت جدی بنی صدر قرار میگیره و برای همین هم از شورای ملی مقاومت ایران جدا و راهش رو از مسعود سوا میکنه. به دنبال این اتفاق طلاق فیروزه بنی صدر و مسعود رجوی هم اتفاق میفته چون مهریه فیروزه برای ازدواج با مسعود حفظ استقلال و آزادی ایران بود و طبیعتاً زمانی که مسعود دست به همکاری با عراق میزنه این شروط یا مهریه ازدواج فیروزه رو زیر پا گذاشته و در حقیقت ازدواج رو فسخ کرده. ابوالحسن بنی صدر هم قرار دادن چنین مهریه‌ای رو مایه افتخار برای دخترش فیروزه میدونه و میگه که حتی یه نفر رو در بین فرزندان مقامات جمهوری اسلامی پیدا نمی‌کنید که چنین شرطی رو برای ازدواجش تعیین کرده باشه. تو تاریخ ایران حالا همین تو ایران امروز بگیم در این 30 سال بگیم این آقایان که خودشون هستند و حکومت میکنن ممکن به ما بگن که چند تا ازدواج هست که در اونها دختری استقلال ایران رو آزادی مردم ایران رو مهر خود کرده باشه و شرط کرده باشه با شوهر که نقض یکی از این اصول یکی از این حقوق نه لغو ازدواج هست. سوال دارم؟ لطفا بوده اگر دارن چند تا نمونه اگر نه یکی فقط به ما بگویند این دختر من مفتخر است به اینکه اینطور ازدواج کرده بعدم که او نقض کرده استقلال ایران رو با رفتن به عراق در آمدن به خدمت صدام حسین ازدواج هم نقض شده. فیروزه بنی صدر در حالی از مسعود جدا میشه که هیچ فرزندی از اون نداشته اما بعد از جدایی از مسعود رجوی با مهران مصطفوی کارشناس مسائل هسته‌ای ازدواج میکنه و حالا یه دختر 21 یا 22 ساله داره که گویا اون هم در فرانسه زندگی میکنه. اون بعد از طلاق از مسعود تو فرانسه در کنار پدر و مادرش میمونه. درس و تحصیلش رو ادامه میده و حالا به عنوان یک پزشک متخصص بیماری‌های عفونی شناخته میشه و در حال حاضر در بیمارستان دانشگاه غانس فرانسه مشغول به کاره. بعد از شیوع ویروس کرونا در دنیا فیروزه بنی صدر با بعضی از رسانه‌ها مصاحبه میکرد که مصاحبه‌های تخصصی و پزشکی بود، نه اظهار نظر سیاسی. نمیتونیم فیروزه رو یه فعال یا کنشگر سیاسی بدونیم اما اون خیلی هم از فضای سیاسی دور نیست. به هر حال اون دختر ابوالحسن بنی صدر و در دوره‌ای هم همسر مسعود رجوی بوده. برای همینم هم هر از گاهی ممکنه یادداشتی سیاسی بنویسه یا مصاحبه‌ای درباره وقایع سیاسی ایران داشته باشه. در سال 1389 متنی از جلسه و دیدار فیروزه بنی صدر با بتول سلطانی یکی از اعضای جدا شده از سازمان مجاهدین خلق در بعضی از سایت ها منتشر میشه که خیلی هم مورد توجه قرار میگیره. در این جلسه فیروزه نسبت به شرایطی که زنها در سازمان مجاهدین خلق دارن و سرنوشتی که فرزندان اعضای سازمان دچار شدن ابراز تأسف میکنه و میگه سازمان مجاهدین خلق تبدیل به یه فرقه تمام عیار شد و مسعود رجوی هم رهبر این فرقه است. این حرفای فیروزه بنی صدر به این خاطر بود که در اون جلسه بتول سلطانی مفصلا توضیح میده که مسعود رجوی از زنانی که به تشکیلات مجاهدین خلق ملحق شدن سوء استفاده جنسی میکنه. زنان رو مجبور به ازدواج یا طلاق اجباری میکنه و در ظاهر به دنبال دادن مسئولیت‌های سیاسی و تشکیلاتی به زنهاست اما خودش رو یه جورایی مالک اونا میدونه و به اونها تجاوز میکنه. فیروزه بنی صدر در این جلسه اعتراف میکنه زمانی که مسعود در پاریس بوده همه تلاشش رو کرده که اونو از رفتن به عراق منصرف کنه. اون میگه من و پدرم ساعت‌ها گفتگو و بحث داشتیم با رجوی و اون رو از عواقب رفتن به عراق و همکاری با متجاوز برحذر کردیم و حتی میدونست که این عامل اصلی طلاق ما خواهد بود ولی هیچ فایده‌ای نداشت و اون به صورتی دوگم و هیستریک
دنبال مطرح شدن و قدرت در ایران بود. اون بر تصمیم گرفته شده خودش اصرار ورزید و همین عامل اصلی طلاق و جدایی ما شد. مرسی از اینکه تا این لحظه همراه ما بودید. لطفاً نظراتتون رو پایین همین صفحه با ما به اشتراک بذارید. راستی اگه هنوز عضو کانال ما نشدید خوشحال میشیم با عضویتتون از ما و فعالیت هامون حمایت کنید.